نحوه استفاده از پرپوزیشن هایی که از مواردی که شما باید توی رایتینگ اکادمیک آیلتس براش تمرین بکنید. ما حروف اضافه مختلفی داریم مثل این، آن، from to، between، of، during و خیلی چیزای دیگه. توی این ویدیو نکات گرامری رو بهتون میگم، مثال های مختلف رو با هم میبینیم. پس با من همراه باشید. دوستان عزیز دقت داشته باشید که شما باید تمام ویدئوها رو چند مرتبه تکرار بکنید و ببینید قلم و کاغذ دستتون باشه عبارات رو بنویسید مثال ها رو بنویسید نکات گرامری رو خوب درک بکنید با یک بار دیدن فقط آشنا میشید با ساختار گرامری رایتینگ تسک یک اما برای اینکه بخواید درکشون بکنید و بعدا این عبارات رو توی رایتینگ خودتون به کار ببرید باید چند مرتبه اونا رو تکرار بکنید How to use prepositions. به این نمودار دقت کنید بچه ها. ما توی محور عمودی پاپیولیشن رو داریم و توی محور افقی دو تا سال داریم. توی 1998 هزار تا بوده جمعیت. توی 1999 پونزه هزار تا بهش اضافه شده و شده 25 هزار تا. حالا ما میخوایم از کلمه اینکریز استفاده بکنیم و جملاتی رو برای این نمودار بنویسیم. There was an increase in the population after 1998. اینجا انکریز به صورت noun اومده. یک افزایش در جمعیت بعد از سال 1998 بود. باز به صورت noun میاریم انکریز رو. There was a population increase of 15000 after 1998. A population increase of یک افزایش جمعیت 15000 نفری بعد از سال 1998 بود. The population underwent an increase of 15,000 after 1998. Underwent an increase of. جمعیت از یک افزایش 15,000 نفری بعد از سال 1998 شد. ما اینجا الان داریم اینکریز رو هی تکرار میکنیم ولی یقینا اینکریز سینونیم داره و در جلسات بعدی توی ویدوهای بعدی حتما بهم به سینونیم های اون اشاره خواهم کرد کلمه underwent رو ما توی این مثال داشتیم که باز هم این سینونیم داره مثل so, experience, witness که باز هم توی ویدیوهای بعدی من به اون اشاره خواهم کرد اگر اینکریز رو به صورت ورب بیاریم اینجوری میتونیم بنویسیم The population increased by 15,000 after 1998. افزایش جمعیت 15,000 نفری بعد از سال 1998 بود. increased by. The population increased to 25,000 in 1999. جمعیت پیدا کرد به 25,000 نفر در سال 1999. افزایش پیدا کرد به. پس اینجا هم increase به صورت verb اومده. در کل پس ما تا اینجا متوجه شدیم که اگر روند سعودی داشته باشیم یا فرق نداره روند نزولی داشته باشیم فعل های سودی و نزولی مثل اینکریز و دیکریز رو میتونیم به صورت نام و ورب توی جملات خودمون به کار ببریم با لایک کردن ویدیو یه انرژی به خودت بده یه انرژی هم به من. مرسی بریم مثال های بیشتری رو ببینیم اگر بخوایم از ساختار فرام تو استفاده بکنیم و فعل افزاینده یا کاهنده من رو به صورت ورب داشته باشیم این مثال رو براتون آوردم Sales of cars decrease from 30000 units to 10500 units over a three year period. فروش خودرو کاهش پیدا کرد از 30000 واحد به 10500 واحد در طول یک دوره سه ساله. اگر به صورت نون decrease یا increase بخوایم بنویسیم، اینجوری میشه. car sales saw a decrease from 30000 units to 10500 500 units over a free year period که توی مثال قبلی ما سو رو به صورت underwent نوشتیم فرقی نمی کنی. اینا همه سینونیم هم دیگر توی این نمودار ما سیستم مترو لندن رو داریم و تعداد مسافرینش که توی محور عمودی به ما نشون داده شده و توی محور افقی زمان رو داریم که بر حسب ساعته یه سری نقاط رو من مشخص کردم که میخوام توی این نقاط یک سری مثال رو بهتون نشون بدم و میخوایم از from to و by استفاده بکنیم. The proportion of passengers dropped from 400 to just under 200. کاهش پیدا کرد از 400 به کمتر از 200. حالا اگر بخوایم به صورت by بنویسیم، یه ضرب و تقسیم باید انجام بدیم. یعنی ما میدونیم که ساعت 8 400 تا مسافر سوار می شده و استفاده میکرد از Underground حالا میخوایم بگیم که این کاهش پیدا کرده یعنی 200 س... بیشتر از 200 ازش کم شده The number of passengers dropped by just over 200 تعداد مسافرین بیش از 200 نفر کاهش پیدا کرد مثال بعدی There was a decrease in passengers from 400 to just under 200 اینجا ما دیکریز رو به صورت نون آوردیم توی مثال های قبلی ما کاهش رو به صورت ورب آورده بودیم دوستان عزیزم برای تهیه این ویدیو زمان زیادی رو گذاشتم لطفا با سبسکرایب کردن از من حمایت کنید مرسی این نمودار توی محور عمودی درصد رو به ما نشون میده و توی محور افقی چهار تا ماه اومده اپریل، می، جون، جولای مثال اول میگه که From April to May the figure declined to 15% یعنی کاهش پیدا کرد و رسید به 15 درصد تو رو من اینجا به معنی رسید به یه چیزی به یه عددی معنی میکنم خوب دقت کنید بچه ها چون اگر این مثال ها رو خوب متوجه نشید بعدا که میخواین رایتینگ بنویسید گیر میکنید و زده میشید بدتر پس باید اینا رو خوب یاد بگیرید تا بعد بتونید به کار ببرید. From May to June the figure increased to 30%. به این نقطه دارم اشاره می کنم. May to June افزایش پیدا کرد به 30 درصد. رسید به 30 درصد. حالا اگر بخوام از پرپوزیشن بای استفاده بکنیم توی مثال From April to May the figure declined by 15%. یه ضرب و تقسیم باید انجام بدی یعنی 60 درصد بوده ابتدای دوره رسیده به 45 اگر تو گذاشته بودیم خب اینجا 15% نمی نوشتیم اینجا می نوشتیم 45% یعنی دیکلاین تو 45% ولی چون از پروپوزیشن بای استفاده کردیم پس باید 60 و من های 45 بکنیم میشه 15 درصد کاهش پیدا کرد From June to July The figure increased by a very small amount به این نقطه دارم اشاره می کنم increased by a very small amount. ما اینجا میتونستیم بنویسیم increased by around 3%. این هم میتونستیم بنویسیم. اگر میخواستیم به صورت تو بنویسیم این رو increased to around 33%. ما برای ماه و سال از پرپوزیشن این استفاده می کنیم. car production increased by 20% in 2010. Sales of iPhones declined in January. Visitor numbers underwent a decline in 2021. دست خوش یک کاهش شد توی 2021. اگر دقت بکنید ما اینجا car production, sales of iPhones, visitor numbers رو به عنوان تاپیک یا صورت مسئله داشتیم که این میتونه هر چیزی باشه. به مرور زمان تو ویدیوهای بعدی من راجع به پارافریز کردن اینا بیشتر بهتون توضیح میدم. Over during a set time period. ما از پرپوزیشن های over و during هم میتونیم استفاده بکنیم و بیشتر این برای نوشتن اون overview مونه که به کار برده میشه موقعی که ما میخوایم اجتناب بکنیم از تاریخ دقیق و نمیخوایم اعداد و ارقام رو بنویسیم there was some fluctuations over the five year period. یه تعداد نوسانات بوده در طول پنگ سال. Coal exports declined over the two decades. صادرات زغال سنگ کاهش پیدا کرده در طول دو دهه. Passenger numbers showed an increase during the whole period. تعداد مسافرین نشون داد یک افزایش رو در طول کل دوره. Between and car production increased between twenty ten and twenty twelve. Between and the proportion of visitors to the museum underwent a decline between January and November. The Katish from Turo Between and Nakonit. باز همون نمودار قبلی رو میخوایم بررسی بکنیم ما وقتی که ابتدای نمودار رو میخوایم بنویسیم میتونیم از begin at, started at و stood at استفاده بکنیم مثلا اینجا the number of passengers stood at 100 یا میتونیم بگیم که the number of passengers started at 100 The number of passengers ended at just under 200. The proportion of car exports stood at 30,000 in 2012. Stood at یک عبارت خیلی خوبه که ما میتونیم توی همه نقاط نمودارمون بنویسیم. موقعی که ما ترندمون هنوز شروع نشده یا میخوایم یک نقطه ای رو به صورت بولد اشاره بهش بکنیم از این واژه استفاده میکنیم. مثاله بیشتری رو با همدی ببینیم. Sales figures for electronics ended at just under 25% in the last quarter. In 1990, the figure for nuclear energy used in France began at 50%.